با سلام به شما بینندگان و علاقمندان برنامه‌های ورزشی شبکه خبری فارسی تلویزیون صدای آمریکا. در یکی دیگه از برنامه‌های دیدار با پیشکسوتان آشنایی با ورزشکاران هستیم، در حضور یکی از ورزشکاران رزمی کار رشته هنرهای رزمی ترکیبی هستیم که مدارج ترقی رو طی کرده و به قله‌های افتخار رسیده. از عزیزان اهل افغانستان، یکی از بهترین مبارزان رشته‌های هنرهای رزمی ترکیبی که همینک در آمریکا حضور داره و برای مسابقه بعدیش داره آماده میشه، میخوایم باهاش آشنا بشیم. سیار بهادرزاده، متشکرم که وقت تو در اختیار ما قرار دادی برای برنامه دیدار با پیشکسوتان آشنایی با ورزشکاران. علاقمندان رشته‌های رزمی ترکیبی دوست دارن تو رو بشناسن. بچه کجا هستی؟ طبق روال این برنامه برای ما بگو که از کجا شروع کردی، کجا به دنیا اومدی و مدارج ترقی رو چگونه طی کردی. تشکر علی جان، سلام به شما و تمام همکارای رادیو تلویزیون صدای آمریکا و تمام بیننده های صدای آمریکا طرف ما. و با سپورت های رزمی ما از شروع دلچسپی داشتم، از دوران طفولیت و همین شوق سپورت های رزمی همیشه به دل ما بوده. وقتی که ما 15 ساله شدم و از هلند برآمدیم طرف، از افغانستان برآمدیم طرف هلند رفتیم در سال 1999، با یکی از کلاب های هلندی مراجعه کردم و دیدم که سپورت MMA برای من نو بود، سپورت نو بود و یک سپورت دلچسپ برای معلوم شد که سپورت است که از بوکس، کیک بوکس، پالونی، برزیلین جو جیتسو، جودو و از هر سپورت، از مختلف سپورت های رزمی است و ما بسیار دلچسپی پیدا کردم به این سپورت، از خاطر که سپورت بسیار مکمل است. چند سالت بود اون موقع؟ 15 سال بود. یعنی متولد کابل هستی؟ بله، ما در کابل تولد شدیم و در سال 1984، 17 اپریل 1984 در کابل تولد شدیم. اونجا مدرسه رفتی؟ بله. مشغول چه ورزشی میکردی اون موقعی که تو افغانستان؟ در افغانستان من کدام ورزشی نمیکردم، ورزش خاص نمیکردم، ولی همیشه دلچسپی داشتم به هر نوع سپورت، به والیبال، فوتبال، امروی بچه های امین پالوانی، تکواندو، به هر سپورت رزمی یا غیر رزمی بسیار دلچسپی داشتم. و وقتی که در هلند آمدم در سال 1999 و در سال 2000-2001 معرفی شدم به سپورت MMA و این سپورت اصلا در شروع قدر جدی نمی گرفتم تا به سال 2007 که من ژاپن رفتم برای قهرمانی جهان مسابقه دادم. وقتی که در سال 2007 قهرمان شوتو شدم در ژاپن، بعدا این سپورت کم جدی تر گرفتم و در پولیش هم تحصیلات عالی خود جریان می دادم در هلند به رشته اقتصاد. در سال 2009 وقتی که درسم خلاص شد، درسم تکمیل شد، بعدا دیگه تمام امی فکرم و هوشم طرف سپورت شد که از سال 2009 تا به حال بسیار خوب پیش میره مسابقات. و در سال 2011، آخرای 2011، همراه UFC که بلندترین سطح سپورت می باشد و در MMA مثل NBA و NFL امریکا، UFC هم بلندترین سطح سپورت از در MMA، در اینجا برای ما دلچسپی نشان دادن و برای ما کنترکت دادن. و سال 2011 و بعد ممرا UFC استم و یک مسابقه دادیم تا در UFC و مسابقه ما در 42 ثانیه به ناکاوت بردیم از پاولو تیاگو. بس بعد این مطلب حتما باید بگم برای بینندگان عزیز که همونطور که اشاره کرد سیار بهادرزاده، همونجور که مسابقاتش رو در خیلی سریع پیروز میشه و حریفاش رو ناکاوت میکنه، این گفتگو هم خیلی سریع پیش برد و مدارج ترقی رو که طی کرد و خیلی سریع رفتی جلو. من این توضیح بدم برای علاقمندان رشته‌های رزمی، خصوصا هنر رزمی ترکیبی. به هر حال برنامه‌های مختلف صدای آمریکا رو مشاهده کردید، وقتی که از لفظ MMA به استفاده میشه منظور میکس مارشال آرتس یا هنرهای رزمی ترکیبی هست. پرسش من این هستش که چگونه با هنرهای رزمی ترکیبی آشنا شدی؟ خب خیلی از ورزشکارها ابتدا میرن کاراته، تکواندو، مویتای، یه رشته‌های اینجوری شروع میکنن و بعد وارد هنرهای رزمی ترکیبی میشن. اولین باری که وارد باشگاه شدی کی بود؟ کی تو رو تشویق کرد اصلا برای این ورزش؟ اولین بار که من برای از این سپورت معرفی شدم، من البته میخواستم که یک سپورت همیشه خوش داشتم، یک سپورت بکنم که مکمل باشه،
و همیشه بسیاری کسا همیشه گپ میزنند در باره سپورت های رزمی و در باره سپورت که میگفتن یکی میگفت پهلوان بهتر است، یکی میگفت بوکسر بهتر است، یکی میگفت کیک بوکسر بهتر است. و من این سپورت که دیدم که در یک کیک بوکس هم بود، بوکس هم بود و پهلوانی هم بود، جودو هم بود، هر سپورت رزمی در بود، برای من بهترین سپورت معلوم شد که از بوکس هم کده بهتر است، از پهلوانی هم کده بهتر است و از هر سپورت رزمی کده بهتر است، بخاطر که مکمل ترین سپورت رزمی است که از هر سپورت رزمی یک چیز در این سپورت هست و کسی که سپورت میکنه اصلا هر رقم دسپلین دیگه که باشه، هر مبارزه که از دیگه دسپلین باشه همراهش برنده توسی، بخاطر که مکمل هستی. اگر بوکسر باشه پالونی شاید یاد نداشته باشه، اگر پالوان باشه شاید بوکس یا کیک بوکس یاد نداشته باشه. به این خاطر دسپلین است که سر تمام دسپلین های سپورتی دیگه سر است و همیش مرا بسیار کش کرد، همیش مرا بسیار چند سالت بود اون موقع که جذب این رشته ورزشی؟ 16-17 ساله بودم. چه کسی تو رو معرفی کرد؟ به کدوم باشگاه رفتی اولین بار؟ من در شهری که زندگی میکردم دیونتر در هلند، در اون شهر یک جیم بود به نام فیت اند فان، در اونجا رفتم که ترنر قبلیم مارتین دیونگ او مرا معرفی ساخت به سپورت و بسیار تشویق میکرد، میگفت که از شروع میگفت که تو بسیار با استعداد هستی در سپورت، قهرمان دنیا میشی. و دوستم که حال فوت کردن نیست در بین ما، اندی یکل، خدا بیامرزش، یکی از بهترین دوستایم بود که مرا تشویق کرد و همیشه مرا کمک میکرد در سپورت. تا سال 2011 همراهیم بود و او مرا همیشه تشویق میکرد. دیگه همین دوستا بود که مرا تشویق کردن در سپورت و خودم هم وقتی که فهمیدم که من در این سپورت استعداد دارم و میتونم که یک چیز برای وطن خود، برای افغانستان بکنم و برای مردم خود بکنم، بالخصوص بعد از 11 سپتامبر که افغانستان و مسلمان ها به بسیار مشکلات مواجه شدن خارج از ملک های اسلامی که باعث تروریست میشناختنش و بسیار بد میدیدن مسلمان ها را، من خواستم که یک چیز مثبت برای مسلمان و بالخصوص برای افغان ها تمایی بکنم، که نه تنها چیزهای مثبت درباره افغانستان در خبرها منفی گپ زده شوه، بلکه هم یک خبر مثبت باشه درباره افغانستان و مردم درباره افغانستان چیزهای مثبت بشنوند. و همین چیزها ما را بسیار تشویق کرد که ما زحمت بکشم. خانواده چطور؟ به حال توی خانواده بزرگ شدی که در هلند برادرات آیا این ورزشی میکردن یا تشویقت میکردن؟ پدر مادر؟ پدر مادر اصلا از اول تشویق نمیکردن و عالم تشویق نمیکنن، به خاطر که من درک میکنم پدر مادر من، به خاطر که اگر من خودم اولاد نداشتم فکر نمیکردم این سپورت میموندمش. از این خاطر چطور خودت عاشق رشته ورزشی شدی که فرزند خودتونه؟ این مطلبی که دارم میپرسم شاید پرسش خیلی یا نگرانی خیلی از پدر مادرها باشه که دارن این برنامه رو میبینن یا میبینن که فرزندشون علاقمند به هنرهای رزمی ترکیبی هست یا هنرهای رزمی از هر نمونهش، حتی از رشته ای که مثل کاراته که حرکات خیلی منظم و ضربات خیلی کنترل شده هست، نگران هستن که فرزندشون بره وارد رشته ای بشه که صدمه زیادی ببینه. خانواده دوست نداشتن تو این رشته رو ادامه بدی؟ برادرها چطور بود؟ خانواده فامیل چطور؟ خانواده، پدر، مادر، حتی هیچ کس در خانه، برادر، هیچ کس دلچسپی نشان نمیداد برای من این سپورت پیش ببرم، به خاطر که سپورت خطرناک است و من درک میکنمشان، به خاطر که این سپورت بسیار سپورت رزمی خطرناک است و بسیار از انسان بسیار شیمه و قدرت میخواهد و بسیار اوقات انسان آگار میشه این سپورت. من چند عملیات شده دستایم، آرنجایم، زانویم، پایم. پس آسیبای ورزشی هم، مصدومیت های ورزشی هم به اندازه کافی داشتی تو این رشته؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. اگر دورانی که ما آگار بودیم و نتونستم سپورت بکنم برابر بکنیم با دورانی که ما اصلا سپورت کردیم، دورانی که سپورت نکردیم دو چندش است که آگار بودیم سپورت نتونستیم. خب هر چیزی در دنیا که بخوایی که حاصل بکنی، ناامیدی ها داره برای خود، روزای بد داره، پخچی و بلندی داره، مگر ما هیچ وقت هر چی پخچی و
بخشی بلندیه که در سپورت بود ما نتونست که ممانه شد که من سپورت پیش ببرم و من همیشه در دل خود در قلب خود میفویدم که یک روز در یک جای میرسم که مردم افتخار بکنن. حالا اون روزی هستش که مردم افغانستان قطعا به افتخار میکنن، ورزشکاران فارسی زبان، حتی من میتونم اینجوری بگم مردم تاجیک، ایرانی ها و افغان ها که این برنامه رو میبینن و تو رو میشناسن، سیار بهادرزاده براشون برات احترام قائل هستن و بهت افتخار میکنن، چون که الان جزو 10 ورزشکار برتر وزن خودت هستی در بالاترین سطح رشته هنرهای رزمی ترکیبی که UFC هست. از سال 2001 که وارد رشته، یعنی به صورت حرفه‌ای تر شروع کردی، اولین مسابقه کجا بود؟ و میدونم که حرفه‌ای 26 تا مبارزه داشتی که از این 26 تا 21شو بردی، اما چگونه بود این مسابقه؟ اولین مسابقه ام در سال 2001 بود که من بعد از 2.5 ماهی که سپورت کرده بودم مسابقه دادم و اون مسابقه من به ناک‌اوت بردم در راوند اول، 6 ثانیه یا 19 ثانیه. چه مسابقاتی بود؟ مسابقه MMA بود. شروع از سپورت از من مسابقه اول MMA بود. بله. در هلند خیلی رشته K1 کیک بوکس است. بله، ما کیک بوکس کردیم در هلند ولی مسابقات کیک بوکس ندادیم به خاطر که باز هم سپورت MMA میکس مارشال آرتس مکمل تر است و ما این سپورت ما را قدر دلچسپی داشتم به این سپورت که اصلا دیگه سپورت ها را کنار گذاشتم. در کدوم شهر بود این مسابقه که 2001؟ در شهر یک شهر هلند به نام کولنبورگ. بله، در او شهر بود، سال 2001 بود فکر کنم و همون تو شروع شد مسابقات بسیار خوب پیش می رفت. چندین مسابقه ما در راوند اول ما 21 مسابقه دادیم، 26 مسابقه دادیم، 21 تاش در راوند اول بردیم، ببخشید 21 مسابقه را بردیم، 17 تانی مسابقه ما در راوند اول بردیم که 4 تاش سابمیشن هست و 17 تاشو نک اوت کرد. نه خیر، 4 تا نمره بردیم که 21 تا میشه، 11 تا نش ناک اوت، 6 تا نش ساب میشن. 4 تا باخت داری یا یه دونه مساوی؟ یه دونه مساوی. بله، که سرجام 26 مسابقه. این مسابقات از چه سالی در واقع، این آماری که داری میدی از چه سالی حساب میشه مسابقات حرفه‌ای؟ سال 2001. از سال 2001. بله. گفتی که مشغول درس بودی تا سال 2009 که درس تموم شد، همونطور که به موازات ورزش تحصیلاتت هم ادامه دادی. آیا سخت نبود وارد دانشگاه شدن، درس خوندن، تمرین کردن، مسابقه دادن؟ اوضاع چطور بود اون موقع؟ سخت بود از شروع تا به آخر، به خاطر که امی فکر هوشت که هست باید تقسیم میکردی فاکولته و سپورت. ولی در سال تا سال 2007 اصلا هفته دو دفعه سپورت میکردم، شاید دو دفعه زیاد 3 دفعه، تا که در سال 2007 برام یک چانس پیدا شد که برای قهرمانی جهان در ژاپن مرا خواستن که مسابقه بدم. در سال 2007 که من قهرمانی شوتو را در ژاپن بردم بار اول، بعداً پیش خود تصمیم گرفتم که یک ذره جدی تر شوم در این سپورت و کوشش کردم که زیادتر سپورت بکنم و خب به یک سطح رسانم سپورت میکردم ولی میباختم مسابقات به خاطر که 100% فکر و هوشم طرف سپورت نبود، به خاطر که در پولیش فاکولتان بود، فاکولت اقتصاد میخوندم. و در سال 2009 وقتی که فاکولت اقتصاد خلاص شد، دپلوم ما گرفتم، بعدا تمام هوش و فکرم طرف سپورت شد و سال 2009 به بعد تا به حال نباختیم، کوشش کردیم، بسیار فکرم طرف سپورت خود گرفتیم و به فضل خداوند و هم تال را نباختیم. سال 2009 به بعد دیگه عزیب به بادم، پناه به خداوند، انشالله.